درباره این رزمایش رسانه های ایران خبر چندانی منتشر نکردن، جزئیاتی نگفتن که چه نوع سلاح و تجهیزاتی در اون آزمایش میشه. فکر میکنین اصلا با چه هدفی داره صورت میگیره؟ جمهوری اسلامی به دنبال چیه با این رزمایش در این شرایط؟ خدمتتون درود میفرستم خانم وحیدی گرامی و همه مخاطبان صدای آمریکا. عرض کنم به حضورتون که خب اونهایی از ما که یک زمانی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به خصوص ارتش خدمت کردیم، این رو بهمون یاد داده بودن در ساده ترین اصول که اگر رزمایشی در بردارنده استفاده از سلاح‌های آفندی یا پدافندی باشه که زمین به هوا باشه یا هوا به زمین باشه، معمولا در اون گونه موارد باید با مقامات کشوری هماهنگی بشه، به خاطر به هر حال اینکه در اون منطقه حالا هواپیمایی بخواد عبور بکنه، هلیکوپتری بخواد عبور بکنه و تمام این چیزها باید هماهنگی بشه. بنابراین یک سوالی که وجود داره این هستش که چرا جمهوری اسلامی به خصوص بیت رهبری و سپاه پاسداران دارن به این شکل عمل میکنن که بسیار غیر متداول هست. و اون زمانی که بنده برای مثال خدمتتون عرض کنم خدمت کردم، سپاه پاسداران یا ارتش جمهوری اسلامی هیچ کدومشون این تجهیزات آفندی و پدافندی بسیار پیچیده‌ای رو که امروز دارن نداشتن. یک نکته دیگه هم که به نظر من مهم هست این هستش که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با تظاهر کردن به انجام این رزمایش ها، که حالا ما نمیدونیم آیا اینها واقعا از یک سال قبل برنامه ریزی شده بوده یا اخیراً برنامه ریزی شده بوده، به هر حال داره استفاده میکنه از این رزمایش ها برای اینکه وقت بخره یا وقت تلف بکنه برای در واقع به انجام رسوندن این به اصطلاح انتقام سختشون. و به نظر من یک سری مذاکرات دیگه ای احتمالاً در جریان هست از طریق طرفهای عربی، به خصوص اردنی ها، قطری ها و عمانی ها، با اسرائیلی ها و آمریکایی ها از یک طرف و با جمهوری اسلامی، و اینها دارن پیام میبرن و میارن. و به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی برای اینکه به نیروهای نیابتیش نشون بده که مثلا داره خودش رو آماده میکنه، یا به اون بدنه امنیتی سرکوبش نشون بده که داره خودش رو برای مثال آماده میکنه و چون این نیستش که داره وقت تلف میکنه، باید دست به یک همچین در واقع رزمایش هایی بزنه که حداقل یک جوری سکون و بیعملی خودش رو بر خلاف اون تهدیداتی که میکنه توجیه کرده باشه. بله، آخه الان منطقه شرایط پرتنشی رو داره تجربه میکنه، حتی درگیری های حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل هم خیلی تشدید شده و الان داره این مانور برگزار میشه. اما فکر میکنیم با توجه به اینکه الان دیگه چند روز گذشته از اون صحبت‌های اولیه‌ای که شده بود در مورد انتقام گرفتن در خونخواهی اسماعیل هنیه به گفته رهبر جمهوری اسلامی، اصلا فکر می‌کنین که احتمال حرکتی وجود داره از طرف جمهوری اسلامی؟ محض خالی نبودن عریضه احتمال حرکت بقیه من همیشه به نوعی وجود داره. حالا این میتونه به صورت نامتناظر باشه. ما این خبر رو داشتیم که یونانی ها بهشون هشدار داده شده بود که ممکن هست در قبرس یا در خود خاک یونان به منافع اسرائیلی ها یا به شهروندان یهودی مراکز فرهنگیشون حمله بشه. این رو نباید فراموش کرد. جمهوری اسلامی شبکه عظیم در واقع غیر متناظر تروریستی داره در همه جای دنیا. نکته دوم این هستش که اون دفعه در که منجر به عملیات 13 آوریل شد، چیزی حدود 12 روز طول کشید تا جمهوری اسلامی پاسخ بده. هنوز خیلی دیر نیست قربان، یعنی اگر از 2 هفته بگذره، اگر وارد 3 هفته بشه، اون وقت به نظر من ما میتونیم تردید بکنیم که آیا جمهوری اسلامی واقعا جدی هست که از خود خاک ایران پاسخی به اسرائیل بده. وگرنه بقیده ایمن قدری ما هنوز باید قدری صبر بکنیم تا اینکه ببینیم این وضعیت بقیده ایمن همونجور که حضرت عالی فرمودید بسیار پرتنشی که وجود داره آیا منجر به یک منازعه مستقیم میشه.
حالا آقای خلدی، توی این شرایط علی شادمانی، معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه که به هر حال مقام ارشدی محسوب میشه، به روسیه رفته. گفته شده هدفش بازدید هست از یک نمایشگاه نظامی در مسکو. روسیه به نظرتون در این معادلات چه نقشی رو داره بازی میکنه؟ آیا مشوق جمهوری اسلامی خواهد بود برای اقدامی علیه اسرائیل یا حمله احتمالی؟ و چه بسا حتی چین افزون بر روسیه؟ فراموش نفرمایید، من خدمت بینندگانتون این رو یادآوری میکنم، ایالات متحده آمریکا اون ناو هواپیمابری رو که در دریای چین داشت فرا خوند به خاطر این مسائلی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته و این متحدان آمریکا رو در آسیای شرقی مقداری نگران کرده از نظر منازعاتی که خودشون و تقابلاتی که خودشون در واقع با چین دارن. روسیه هرگاه که تحت فشار قرار گرفته در جبهه اوکراین سعی کرده از جمهوری اسلامی استفاده بکنه برای اینکه امریکا رو در واقع یک نوعی از نظر خودشون درگیر نگه داره در منطقه خاورمیانه و بتونه امتیازاتی بگیره درباره مسئله اوکراین. بنابراین با توجه به میزان کمکی که جمهوری اسلامی همیشه به روسیه کرده، به خصوص در این شرایطی که روسیه به شدت تحت فشار است و غافلگیر شد در منطقه کورسک، به نظر من نقش روسیه رو و نقش جمهوری اسلامی رو به صورت یک محوری که برای اینکه منافعشون پیش بره، جمهوری اسلامی برای اینکه منحرف بکنه اروپایی ها و آمریکایی ها رو کمک میکنه که آتش جنگ در اوکراین در واقع بیشتر شعله ور بشه، از اون طرف روسیه برای اینکه اونها رو منحرفشون بکنه از اوکراین ترجیح میده که آتش جنگ در خاورمیانه در واقع شعله ورتر بشه. و این رو من یادآوری بکنم که همین ظرف یکی دو هفته اخیر روزها خودشون مستقیما با حوثی‌ها و با حزب الله لبنان در تماس بودن که مستقیم بهشون کمک بکنن. بنابراین بله، من کاملا با شما موافق هستم و نقش روسیه رو به عنوان یک عامل بی ثبات کننده و نه عامل آوردن صلح و آرامش به منطقه باید از نظر دور نداشت.